مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز بسیاری از دولت در مورد بازگرداندن اموال غارت شده یهودیان در جریان هولوکاست اقدامی نمی کنند. در همین حال وزارت خارجه نیز در این باره گزارش جامعی به کنگره داده است. گیتا آریان گزارش می دهد. گزارش زیر عنوان قانون عدالت برای بازماندگانی که خسارت دریافت نکردند یا به اختصار جاست به کنگره تسلیم شد که در اون عملکرد 47 دولت ارزیابی شده. اینها دولت‌هایی هستند که 11 سال پیش به اعلامیه موسوم به ترزین رو تایید کردند که میگه باید برای بازگرداندن اموال یهودیانی که در دوران هولوکاست مصادره و در نظام‌های کمونیستی ملی یا فروخته شدن اقدام بشه. در غیر این صورت دولت‌ها باید به بازماندگان غرامت پرداخت کنند. وزیر خارجه آمریکا در ابتدای گزارش نوشته علاوه بر اینکه هولوکاست نسل کشی بود، بزرگترین دزدی سازماندهی شده تاریخ هم بود. گزارش وزارت خارجه به کنگره حاوی عملکرد بعضی دولت‌ها در این زمینه هست. به طور مثال دولت آلمان از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا دو سال پیش تقریبا 87 میلیارد دلار به قربانیان یا به بازماندگان اونها در سراسر جهان پرداخت کرده. به گفته آقای پامپئو بازگرداندن اموال یا پرداخت غرامت بازماندگان اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده، چرا که بسیاری از اونها علاوه بر اینکه در سنین کهولت هستند اکثرا شرایط مالی مناسبی هم ندارن و باید بتونن سالهای آخر زندگی خودشون رو با آبرو و حیثیت بگذرونن. گیتا آریان، صدای آمریکا.